برونوی جادویی. بله، اون جادو میکنه. با شکوه پرتغالی، اون در زمین فوتبال با شکوهه. شیطان ویرانگر، رهبر منچستر، افسونگر اولترافورد، اینا همه القابی هستن که اون تونسته طی یک سال از آن خودش بکنه. مثل برونو شدن کار هر کسی نیست. اما شاید بهترین توصیفی که میتونیم به ستاره پرتغالی اختصاص بدیم، درخشش یک ذهن زیبا باشه. چون در پس تاریخ سازی در لیگ جزیره، ذهنی باهوش و شخصیتی جاه طلب دیده میشه. مقصد بعدی مجله فوتبال، بازیگر درخشان تئاتر رویاها، برونو فرناندزه. قبل از شروع لطف کنید با لایک و سابسکرایبتون در یوتیوب از ما حمایت کنید و ما را از نظراتتون درباره ویدیو زیر پستامون باخبر کنید. اختلاف نظر با پدرش روند زندگی برونو رو برای همیشه تغییر داد. اما جاه طلبی های جسورانه اون باعث شد که برونو روزی قهرمان یونایتد بشه. در طی یک دهه گذشته پرتغال با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه شده و فقر سراسر این کشور رو فرا گرفت. خانواده فرناندز هم به دلیل بیکاری و اوضاع سخت اقتصادی تصمیم به مهاجرت گرفتن و مایا رو به مقصد سوئیس ترک کردن. اما پسر وسطی خانواده یعنی برونو حاضر به رفتن نشد و پدرش رو به ترک خونه تهدید میکرد. برونو در اون زمان در تیم جوانان بو آویستا بازی میکرد و دوست داشت تیم محلی خودش رو ترک کنه. اون بارها به خانواده خود میگفت که در سوئیس نمیدونن چطوری فوتبال بازی میکنن. در 15 سالگی به مربیش گفت که دیگه دوست نداره در دفاع بازی کنه و تجربه بازی در خط میانی براش جذابتره. ویرجینا بورخس، مادر برونو، خیلی زود به پرتغال برگشت تا به دنبال رویای فوتبالیست شدن پسرش بره. برونو در سال 2012 با درخشش در بازی‌های زیر 19 سال مورد توجه ایتالیایی قرار گرفت و برای ترک خانه با پیشنهاد وسوسه انگیزی روبرو شد. در سن 17 سالگی به نوارا رفت و پرتغال رو ترک کرد. هنگامی که فرودگاه پورتو رو ترک کرد، هیچ خبرنگار و دوربینی منتظرش نبود. بدون هوادار و تنها خانواده و دوستاش برای بدرقه اون حضور داشتن. برونو فقط 3 ماه در تیم زیر 19 ساله بود و خیلی زود به تیم اول نوارا دعوت شد. نوارا با درخشش فرناندز به رده پنجم سری آ رسید و مطبوعات محلی فرناندز و مارادونای نوارا میدونستن. تابستان 2013 اودینزه با وعده‌های بزرگ و افزایش دستمزد برونو رو به خدمت گرفتن. در طی 3 سالی که برای اودینزه بازی کرد، فوق‌العاده ظاهر شد. طوری که اسطوره باشگاه آنتونیو دیناتاله به اون پادشاه اودینزه میگفت. اما فرناندز به تیم بزرگتری از اودینزه فکر میکرد و تابستان 2016 به سمپدوریا رفت تا شماره 10 روبرتو مانچینی رو برتن کنه. فقدان جاه طلبی و عدم موفقیت 16 ساله سمپدوریا باعث شد تا فرناندز استادیوم لویجی فراری رو به مقصد خانه ترک کنه. فرناندز با 8.5 میلیون یورو به دومین بازیکن گران قیمت تاریخ اسپورتینگ لیسبون تبدیل شد. در حالی که هوادارا دلایل بازگشت فرناندز به این باشگاه رو زیر سوال می‌بردن، اون موفق شد پربارترین فصل یک هافبک در اروپا رو از خودش به نمایش بذاره. عملکرد خیره کننده 32 گل و 17 پاس گل بسیار شگفت‌انگیز بود. آماری که نشانگر قدرت و تاثیرگذاریش در زمین بود. برونو با اینکه جوان بود اما خصوصیات یک رهبر بزرگ رو داشت و ارتباط خوبی با بازیکنان برقرار می‌کرد. به واسطه همین اتفاق خیلی زود کاپیتان اسپورتینگ شد و در دل هوادارا جا خوش کرد. فرناندز موفق شد همراه با تیم پرتغالی دوباره پیاپی قهرمان لیگ پرتغال و جام حذفی بشه و در هر دو فصل به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد. تاثیرگذاری روی 110 گل در سال 36 بازی همه رو شگفت زده کرد. جوری که رئیس پیشین اسپورتینگ اونو بهترین بازیکن چند سال اخیر لیگ پرتغال نام برد و با کریستیانو رونالدو مقایسش کرد. مدت‌ها بود که سران منچستر یونایتد برونو رو تحت نظر داشتن، اما به خاطر قیمت بالای ستاره پرتغالی تردید می‌کردند. همین امر موجب بروز خشم بین هواداران منچستر شد و علیه مدیر ورزشی باشگاه دم در خونه وودوارد اعتراضات زیادی برپا کردند. در نهایت در ژانویه 2020 منچستر موفق شد قیمت فرناندز 26 ساله رو از 80 میلیون یورو به 55 میلیون یورو برسونه. هرچند که 25 میلیون پاداش و 10% از سهم فروش پیراهنای برونو به اسپورتینگ تعلق میگیره، اما شیاطین سرخ بالاخره تونستن اون رو از چنگ اسپورتینگ در بیارن. برخلاف 9 سال پیش که فرودگاه رو به تنهایی ترک کرد، این بار در سال 2020 کاملا متفاوت بود. دیگه اون یه نوجوان ناشناس نبود، بلکه یکی از آینده‌دارترین فوتبالیست‌های اروپاست. این بار فقط دوستان و خانواده همراهیش نکردن، بلکه کل منچستر با پرچم‌های قرمز منتظر رسیدن اون به فرودگاه بودن. برونو در ذهنش فقط یک چیز مرور می‌شد. اون به دنبال ماجراجویی و تاریخ‌سازی در منچستر بود. طولی نکشید تا هواداران منچستر یونایتد هم به این موضوع پی بردن. بعد از حضور در اولین بازیش مقابل وولورهمپتون، با ایجاد موقعیت‌های خطرناک و میدونداری، اونا رو با آینده با پسر پرتغالی امیدوار می‌کرد. اولین گلش رو برای منچستر از روی نقطه پنالتی به ثمر رسوند.
ضربه خاص و با دقت برونو منچستر رو به برتری 3-0 مقابل واتفورد رسوند. برونو تمام وجودش رو برای تیم گذاشت و حتی در خسته ترین حالت خودش با دوندگی و تاثیرگذاری بی‌نظیر موجب پیروزی منچستر در بازی‌های سخت می‌شد. درخشش برونو باعث شد شیاطین سرخ به رده سوم جدول لیگ برتر برسند و به لیگ قهرمانان اروپا صعود کنند. ستاره پرتغالی در نیم فصل اولی که در تئاتر رویاها پا گذاشت، روی 18 گل تاثیر مستقیم داشت و به عنوان بهترین بازیکن فصل منچستر یونایتد انتخاب شد. اوج شاهکارش در دربی منچستر با پاس گل چیپش برای مارسیال بود که همه رو انگوش به دهان گذاشت. تقریبا بلافاصله وقتی که منچستر دچار بحران میشد، فرناندز نقش اصلی رو ایفا میکرد تا هوادارا به سرعت به اون لقب باشکوه پرتغالی رو بدن و با کریستیانو رونالدو ستاره سابق خود مقایسه کنند. برای شماره 18 موفقیت زودتر از اون چه تصورشو میکردن رقم خورد و تونست 4 بار جایزه بهترین بازیکن ماه لیگ برتر و 6 بار بهترین بازیکن ماه منچستر یونایتد رو کسب کنه، بیشتر از هر بازیکن دیگه‌ای در انگلیس. اولین دربی مقابل گواردیولا هیس نشون داد و با حمایت هوادارا همراه شد. این نشون میداد که هنوز نیومده در دل منچستری ها جا باز کرده، به ویژه زمانی که سولشر به شدت از اون حمایت کرد و برونو رو ترکیبی از اسکولز و سباستیان ورون خطاب کرد. در فصل جدید درخشانتر از قبل ظاهر شد و عملا تو هر بازی تاثیرگذارترین بازیکن شیاطین سرخه. منچستری ها که از خرید پسر پرتغالی خیلی راضی هستن، بعد از گذشت سالها در ترکیب تیم قطعه گم شده پازل رو پیدا کردن و مدعی اصلی قهرمانی در لیگ برتر هستن. برونو فرناندز علاوه بر کیفیت فنی بالا، روحیه جسور پرتغالی و ذهنی زیبا داره که میتونه به اون به تاریخ سازی همراه منچستر یونایتد کمک کنه. اما حالا تنها چیزی که منچستری ها از اون میخوان اینه که تا ابد بمونه و اونا رو مثل رونالدو، بکام و دیگر بازیکنان تیم ترک نکنه. بمونه تا بار دیگه قهرمان لیگ برتر بشن و همراه با پسر پرتغالی شکوه رو به تئاتر رویاها برگردونن. مجله فوتبال، زمستان 99.